سلام و وقت بخیر. بیننده برنامه صبح و زندگی هستین. به خاطر که اولین گزارش را تقدیم شما بکنم، امیل از آمده ایم پیش پارک بارستان و می خواهیم امرای تعداد کسایی که کار میکنن روی جاده می باشن، یعنی افراد اشخاص پایین جامعه بگونه خطاب میشن. امرای از آنها می خواهیم گپ بزنیم، ببینیم که در رابطه با رسانه ها چی میگن، آیا تلویزیون میبینن نمیبینن، آیا بودن تلویزیون و رادیو و یا رسانه های چاپی و اینا شاید سوادشان کمتر باشه که نخواد بتونن خوانده، اما کسایی که رادیو و تلویزیون میبینه و میشنوه آیا فایده داره برشان یا نه، آیا مفید واقع شده بر خودشان و خانواده هایشان یا نه. از هر کدامشان پرسان میکنیم ببینیم که چی میگه. سلام، نام چی هست؟ عبدالغیاث. عبدالغیاث، از کدام ولایت هستی؟ سمنگان. از سمنگان ایجا آمدی؟ آه. در سمنگان برق دارین؟ نه لالا. ندارین برق؟ نه، تلویزیون؟ ما هسته مخواه در سالی در اسم نرستان داده. در خانه تان چی استفاده میکنین بخاطر روشنی؟ از سولر. سولر. تلویزیون دارین؟ نه. دارین؟ نه. رادیو دارین؟ نه لالا. رادیو تلویزیون نمیبینی نمیشنوی؟ نه نه، ما خیلی چم رایت گپ نمیزنیم. که تلویزیون داره؟ شما؟ اسم غلام اصغر. سلام، نام چی هست؟ اسم غلام اصغر. غلام اصغر، امی پیک کلایت بالا که صحیح مردم هم یال در خانه شاید ببینه فامیلتان. شما رادیو و تلویزیون در خانه استفاده میکنید؟ بله سر، بله سر. فایده داره تلویزیون سعی کردن؟ والا نسبتا خوب است دیگه، فایده داره تا اگر چیز مشغولات هست دیگه بدر اکثر گرمی از دیدنش کده. ندیدنش خوب است یا دیدنش خوب است؟ ای که پشتر یک آدم غیبت کنی دیدنش بهتر است دیگه. به خاطر بیکاری خوب است. بیکاری خوب است. از تلویزیون میتونه کس چیز یاد بگیره؟ بله صاحب، از میتونه که اگر مسائل مثلا چی فایده داره وقت خود تلویزیون میبینه؟ نه، شبکه اسلامی داره، میتونه یک گپ، یک سخن، یک آگاه میتونه به گوشت میرسه. مثل یک مثلا در تلویزیون چی نشر شوه به نفع خودت و فامیلت میباشه، چی توقع دارید؟ نصیحت کنن به در شبکه اسلامیت باشه، به در یک درس قرآن عظیمشان باشه، همین سریال ها حضرت کم شبه بهتر است. بسیار تشکر از خودت. خب باشین که امرای یک جان دیگه هم گپ بزنیم. مگم دو تا ریشتم سفید شده. سلام، صحبت بخیر. نام چی هست؟ فاروق. فاروق، تلویزیون و رادیو میشنوی میبینی؟ آه. کدامش بیشتر؟ کلش رو میبینم. کلش ها؟ خب در تلویزیون چیزی که به فایده به نشر میرسه چی است؟ هر چی مثلا؟ کلش است. کلش است؟ تشکر فاروق جان. خب ببینیم که امرای یک نفر دیگه گپ بزنیم. کلانتر چوک شما هستید؟ بله. صبح بخیر، نامت چیه؟ تشکر، عبدالظاهر. عبدالظاهر، کاکا ظاهر، امروز بیکار رو مانده تا رو؟ بله بیکار هستیم، کار رفتم. خدا مهربان است، یک کسی بیایی ببورید. بله تشکر. شما از یک تلویزیون چی آرزو دارین؟ چی نشر کنن به فایده شما و فامیلتان است؟ فامیل اینمیش که با مردم شرایط کار معیا باشه که نفقه عیال. در تلویزیون چی خوش داری ببینی؟ تلویزیون این برنامه های تلویزیونی و همه چیز خوش داری میشه. چی به فایده خودت و فامیلت است؟ فایده ماست که برای ما شرایط کار معیا باشه دیگه، ما خبرها و چیزا. اما مسئله شد، گفت نماز پیشین چند رکات هست؟ گفت ده تانا. نه یادم. خب بسیار تشکر. شما بگوین برای ما چی در تلویزیون به نشر برسه به فایده تان است و یا خوش داری خودتان امرای فامیلتان ببینین؟ من خوش دارم به خاطر که اگر خبرهای مهم باشه مردم ادمی خبرهایی که در ولایت خیلی دوردست رخ میده از طریق تلویزیون رادیو است که شما میشنوین و میبینید. بله، چیزایی که بیرون میشه باید دیده شود در تلویزیون. اگه در افغانستان رادیو نمی بود، تلویزیون نمی بود، روزنامه و چیزا هم نمی بود، خوب بود فکر میکنی؟ نه نه، تلویزیون هست بسیار خوب است، رادیو هست بسیار خوب است، به خاطر که آدم از همه چیز با خبر میشه. بله بله، آفرین. بسیار تشکر از شما. تشکر از شما. آمدیم خواستیم که از این کسایی که قشر پایین جامعه خطاب میشن از اینا بپرسیم که آیا موجودیت رسانه در کشور خوب است یا نه. نظریات مختلف یا متفاوت داشتن اینا، اما کار درست است دیگه البته که بودن رسانه ها در افغانستان به منظور آگاهی دهی بر مردم، به منظور
از اینکه خوب را از بد جدا بکنه، از سفید از سیاه جدا بکنه و یا آنچه واقعیت از به مردم برسانه، خیلی کار درست است. خوب این نظریات از نو بتر آنچه گفتن و حال هم امروز مکتبا فکر میکنم رخصت نیست. بریم به طرف مکتبا ببینیم که دانش آموزای مکتبا چی گفتنی دارن در این رابطه. اما فعلا بخش تکنولوژی